متشکرم. سلام عرض می‌کنم نظر یکایی که دوستان گرامی، خانم آقایان، هموطنان عزیز، و سپاسگزاری می‌کنم از حضورشان در این محضر محترم و امیدوارم که گفتگوهای ما سودبخش و ثمربخش برای خودمون و برای نسل ما و جامعه ما و آینده ما باشه. سه مناسبت ما رو اینجا گرد هم می‌آورند، یا دست کم در حالی که ما گرد آمده ایم سه مناسبت بر کنار هم قرار گرفتن که من مویلم در این سه مورد سخنان رو به توالی به عرض شما برسانم. مناسبت نخستین که البته بجسته باشی هم به همراه دارد، سالگرد ولادت پیامبر بزرگ اسلام است که در واقع دیروز این سالگرد بود و ما اکنون توفیق داریم که در کنار یکدیگر بنشینیم و یاد آن مرد بزرگ الهی رو بزرگ بداریم و از برکات عنایت او بهره بجوییم و با او تجدید عهد مودت و عهد ارادت کنیم و یک بار دیگر در مفهوم ایمان و مسلمانی دقت بورزیم و با خودمون بیندیشیم که این سنت و این میراث مبارکی که اکنون ما وارث آن هستیم چه بوده و برای امروز ما چه خواهد کرد. به هر حال پیامبر اسلام از موفق ترین مردان روی زمین در تاریخ بشریت بوده است و اگر بخواهیم به زبان دینی این سخن رو بیان کنیم چنین خواهد شد که فردی بوده است معید، یعنی گویی تعییداتی از ماورای این عالم پشت سر او بود و پروژه او رو به پیش می برد و چنان کرد که پس از گمنامی های نخستین و مخالفت های بسیاری که در دوران پیش داشت و جنگ های بسیار زیادی که پس از او بر سر میراث او اتفاق افتاد، اکنون بیش از 1 میلیارد مسلمان در جهان حضور دارند و تمدن اسلامی در حقیقت یکی از ماندگارترین تمدن‌های تاریخ شده است. من البته نمی‌خواهم در باب اسلام و تمدن اسلامی در اینجا سخن بگویم. قدر پیامبر عظیم‌تر از آن است که با انکار کسی کمتر شود یا با تحسین و تأیید کسی افزودتر شود. ولی سخنی دارد در باب خود ما ایرانیان که اکنون در دورانی زیست می‌کنیم و در جهانی که محاصره شده این توسط دشمنان و حکومتی در ایران داریم که نام مسلمانی رو بر خود دارد اما کارهایی می‌کند که موجب بی‌آبرویی و شرمساری مسلمانان و بالاخص ایرانیان شده است. من در این باب می‌خواهم سخن بگویم، مخصوصاً با خارج‌نشینانی که ما باشیم و نوع مواجهه‌ای که باید با این حقیقت یا این واقعیت داشته باشیم. ملاحظه کنید از ابتدایی که پیامبر ظهور کردن الا زمان نامازا، از وقتی که اسلام وارد ایران شد، در حال همیشه مخالفانی داشته است و کسانی بودن که این کیش رو نمی‌پسندیدن. ولی البته اونچه که رخ داد این بود که سراسر ایران رو این دیانت فرا گرفت و بدل به سنت استوار و محکمی در میان مردم ما شد، به طوری که بیش از 1000 سال مردم ما با این دیانت زیستن و بلکه زیستن آنها تنین بر این تفکر دینی بود.
یعنی همه روابط خودشون رو بر این اساس بنا کردن، رفت و آمدشون رو دوست گرفتن و دشمن گرفتن، خرید و فروش و تجارت دادن و تجارت گرفتن و ازدواج کردن و طلاق گرفتن و مسافرت رفتن و عبادات خودشون و معاملات خودشون و ایقاعات خودشون و عقود خودشون، همه آنچه را که می توان روابط یک جامعه انسانی دانست بر اساس این دین شکل پذیرفت. ذهنیت مردم ما، سنت عملی اونها، سنت نظری اونها هم بر این اساس بنا شد. فیلسوفان ما، فیلسوفان بزرگ ما که نامهای بزرگ جهانی هستند و فقط محلی و ایرانی نیستند، عارفان ما مثل ابن سینا، مثل مولوی، مثل سهروردی، سهروریان بیرونی، مثل مولوی شیرازی و ده‌ها نام بزرگ دیگر و ستاره‌های درخشان دیگر در کهکشان تاریخ، همه از دل این اندیشه و از دل این سنت برخواستند. و اکنون هم درخت تناوری است که هیچ کس حتی در عالم تصور نمی‌تواند گمان کند که این درخت از خاک تاریخ برکنده است. چنین سنت ریشه‌داری که خدمات بسیار هم به مردم ایران کرده است و زندگی آنها را با هم نظم داده و سامان داده است، اکنون به سبب اینکه حکومتی در ایران برقرار شده که با درک موجی از این میراث دینی و با خوی استبدادی که در حاکمان هست، به نام خدمت به مردم ما خیانت میکنند و به نام معنویت به اونها دنیاویت و بلکه انعطاف میفروشند. چنین چیزی باعث موضع‌گیری های غریبی در میان ما شده است، به طوری که رسته رسته چنان شده این که دوست رو از دشمن باز نمی‌شناسیم، چنان شده این که هدف های نادرست و ناسواب انتخاب می‌کنیم و اونها رو هدف مبارزه خود قرار می‌دهیم. من الان ظرف ده سالی که تقریباً خارج از کشور زندگی می‌کنم به این قصه توجه و وقوف بسیار داشتم و همیشه یکی از مشغولیت‌های ذهنی من بوده است که چگونه می‌توان به جماعت ایرانی حاضر در خارج از کشور این نکته رو خالی کرد که دشمن ما اسلام نیست و هدف دادن نیروی انسانی در راه مبارزه با اندیشه دینی و اندیشه اسلامی حقیقتاً زدن شیپور از سر گشاد است، حقیقتاً سوء تشخیص در مقام شناسایی دشمن است. من البته به منزله یک مسلمان معتقد و ارادتمند به پیامبر اسلام از این ماجرا رنج می‌برم، اما اکنون اون رنج را در میان نمی‌آورم، به منزله یک کسی که نسبت به آینده ایران نگران است، نسبت به منزله یک کسی که برای این مبارزات هدفی قائل است و مایل است که انرژی‌های ما، نیروهای ما هدر نرن و همه مجتمع شدن و برایند واحدی داشته باشد، گمان می‌کنم کسانی که امروزه و خصوصاً در خارج از کشور و با سوء استفاده از آزادی‌هایی که اینجا هست تارگت خودشون، هدف خودشون رو حمله به اندیشه اسلامی قرار دادن، بگویم که این کار به لحاظ سیاسی هم یک کاری است که سوء هدفگیری است، سوء تشخیص است و نفعی برای هیچ یک از ما ندارد، چه موافقان و چه مخالفان. شما ملاحظه بکنید که شب و روزی نیست که در این تلویزیون هایی که در خارج از کشور است، در بسیاری از سایت هایی که هست، کسانی که آشکارا اهانت به مقدسات مردم میکنند اصلا یه فیل غیر از این ندارد و عزم یه غیر از این ندارد یا فکرونی رو با آسمان بسندن. من گمان نمی کنم که نسبت به هیچ دیانت دیگری در سراسر جهان اینقدر سخنان مبین گفته شده باشد
که در این 10-20 ساله در خارج از کشور نسبت به مسلمانی و نسبت به پیامبر اسلام گفته شده بود، از دشنام‌های رکیک گرفته تا سخنانی که به ظاهر شبه انتقادند اما در حقیقت زخمی هستند که بر دل مسلمانان می‌زنند و اهانتی هستند که به مقدسات می‌کنند. اینا کارهای زشت نیست، بدون تردید زشت است، اما از زشتی اخلاقیش بگذاریم. اینها سوء تدبیر است، اینها سوء سیاست است، اینها برای آینده ما هیچ خوبی است. من نمی‌دونم این کسانی که این کارها رو بکنند فردا اگر در ایران خبری شد و اینا برگشتن با چه روی تو چشم مردم میتونن اینا مردمی که وقتی اسم پیغمبرشون میاد اشک از چشمشون جاری میشه. این رو من نمیگم، اینو خانم آمارشی برفر میده وقتی که سلمان رشدی اون کتابش رو نوشت. آمارشی من که مسلمان نبود، البته علاقه فراوان به عرفان اسلامی داشت و شناسایی کامل نسبت به شخص مولانا داشت. ایشان سخنرانی کرد در آلمان و صریحاً این رو گفت، فقط به لحاظ اخلاقی هم که شده، به لحاظ احترام و عواطف دیگران هم که شده، با نام پیامبر اسلام این چنین بازی نمی‌توان کرد. من دیدم مسلمانانی رو که با شنیدن نام پیامبر عواطفشون به جوش میاد و اشک در چشمانشون می‌شه. من نمی‌دونم این کسانی که این کارا رو می‌کنن در خارج کشور، ایرانی‌هایی که این چنین به یک سنت بلند یک کشوری حمله میکنند، رهانت میکنند، سنتی که زندگی هزاران میلیون ها مردم رو شکل داده، در پناه رو ازدواج کرده، فرزنددار شدن، معامله میکنند، به بازار میرند، به مسجد میرند، به زیارت میرند، به سفر میرند، مهمانی ترتیب میرند، در کنار یکدیگر مینشینند و زندگی چیز غیر از این نیست. وقتی که بر اساس همین های افتی زندگی می کنند، یکی کم تیغ اهانت رو از نیام جسارت بکشند و این چنین قلب و روح و دل این مردم رو مجبور کنند، کار بسیار ناسواب است. حتی سیاست ورزی درست و مدبرانه به ما حکم می کند که ما با برادران ایرانی و ایمانی خودمون از در صلح درآییم، از در دوستی درآییم، سخنی نگیم که یک دیگر رو برنجانیم، نفرت پخش نکنیم، اهانت به یک دیگر نکنیم، یک عقل سلیم این رو به ما بگیرن. این به هیچ وجه معناش نیست که آدمی انتقاد علمی نکنند، ولی فاصله کیلومترها میلیونها سال نوری فاصله است بین انتقاد علمی و بین سخن یاد گفتن، دروش گفتن، اهانت کردن، دلی رو زخم زدن و رنجاندن و مجروح کردن. اگر این هم شایع نبود در خارج از کشور و اگر متاسفانه بریه نبود که ما رو گرفتار آمده بودیم، من اینجا ذکری از اون نمی کردم. قبیله‌وار نسبت به این اندیشه دینی حمله بردن و سنت یه قومی رو مسخره کردن و مقدساتشون رو قابل تخفیف قرار دادن کار ناروایی است که هیچ عقلی اون رو برنمی‌دارد. خب، آدمی حتی به پدر خودش هم اهانت نمی کنه، چه برسه به پدر یک قوم، چه برسه به پدر معنوی یک قوم. این متاسفانه جهتگیری بسیار ناروایی است که در فزونی هم هست و حتما خود ما، چه اونهایی که علاقه ایمانی دارن، چه اونهایی که ندارن، باید این رو تدارک بکنن. یک تلویزیون در خارج کشور درست نشده است که به سکولارها و ایمانها فحش بده، حتی یک دونه هم نیست، اما ده ها تلویزیون درست شده که به مؤمنان دشنام میدن، تمسخر میکنن. شما این رو یک عدم توازن، یک اعتجاج نمیبینید؟ فکر نمی کنید که میزان این چینه توزی ها اونقدر بالا گرفته که ما اصلا اعتدارمون رو از دست داده ایم و بعد جوری داریم یکدیگر رو پاره پاره میکنیم؟ از این طرف هر چه که ما میتونیم به دوستان خودمون و همفکران ما توصیه میکنیم که در این زمینه به اعتدال عمل بکنن و چنان سخن بگویند که حقیقتا نمایندگان راستین سنت باشند و نگاه پدرانه به همه امور داشته باشند، حتی مخالفان رو نرنجانند، چه جای اون که به آنها اهانت کنند. ولی از سوی مقابل این قصه به شدت تعقیب میشود، به شدت تحقیق می شود و این حقیقتاً آینده ایران رو به
دچار پریشانی خواهد کرد. ما دیگه طاقت این که پس فردا دوباره با هم دعوا بکنیم نداریم. ما دیگه انرژی این که دوباره یکدیگر رو پاره پاره بکنیم نداریم. ما دیگه امکان این که از یکدیگر انتقام بگیریم نداریم. زخمهای تازه ایجاد کنیم، دشمنیهای جدید، نفرتهای تازه بپراکنیم و همین اندک رفاقت و نزدیکی هم که بین ما هست از میان برداریم. چیز درستی نیست، هیچ عقل سلیمی حکم نمی کند و من این رو اینجا خدمت دوستان عزیز ایرانی عرض میکنم تا در این امر به درستی بیندیشند و اگر عرایض من رو تصدیق میکنند جدا اون رو دوبار کنند و اگر در جایی سخن آنها شنوایی دارد گوشزد کنند مبادا این نفرت افکنی ادامه پیدا کند. اما نقطه دومی که یا مناسبت دومی که ما اینجا گرده هم جمع می کند 22 بهمن است، سال روز انقلاب اسلامی ایران که در حقیقت همین امروز هم هست و منقدر در باب انقلاب سخنها گفتن و سخنها گفتنی هست که تا پایان درازنای تاریخ ادامه خواهد داشت. من تحت عنوانی که اعلام شد یعنی 33 سال انقلاب بی‌تئوری پاره نکات رو میخوانم به عرض شما برسانم. کسانیشون بنده هم نماشاگران این انقلاب بودیم، هم بازیگران، هم در شکلگیری آن شرکت داشته ایم و هم البته از دور اون رو تماشا کرده ایم و اینک هم جزء منتقدان آن هستیم و خواستاران اصلاح آن و بازگشتن به جاده پوستین و پیراستن خاشاک‌هایی که بر بوده آن نشسته است و روان کردن آرزورا در جویبار انقلاب و جامعه و کشور و خواست همه ملت انقلابی ما بود این بود که دانشگاه ها می باید سراپا عطر و بوی اندیشه اسلامی رو به خودشون بگیرند و این گلستان گلستان معطری باشه که هرگاه کسی و جوینده‌ای وارد او میشه از همون ابتدا قشامش به این بوی دلنواز اطراگین بشه. بنابراین از ابتدا که امام امت هم فرمانی صادر کردند برای تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی، اون چرا هم که ایشون به ما توصیه کردند و امر کردند همین بود که در هرچه اسلامی تر کردن فضای دانشگاه و پی افکندن یک چنان بنیان الهی ما بکوشیم. در حقیقت به یک معنا تمام اقداماتی که ستاد انقلاب فرهنگی کرده و میکنه همش رو میتوان در داخل همین چارچوب قرار داد و محکوم همین حکم اصلی و عمومی دانست که چه در اونجایی که ما دانشجو میگذینیم، چه اونجایی که استاد انتخاب میکنیم، چه اونجایی که کتاب ترجمه میکنیم یا کتاب تألیف میکنیم یا رشته رو تعطیل میکنیم یا رشته رو باز میکنیم یا تغییراتی در برنامه های درسی میدیم. ما در زمینه اسلامی کردن دانشگاه ضمناً تلاش کردیم که نیروی متعهد مدرس برای این دانشگاه ها هم تربیت کنیم که این رو در صورت لزوم من در یک قسمت دیگری در برایش انشاءالله سخن خواهم گفت. یکی که من میدارم و به زحمت باور میکنم که وضعیت جامعه ما و کشور ما اون چنان شده است به هر اصلاح کوچکی در آن بدل به یک انقلاب باشد. هنر جامعه دموکراتیک این است که انقلاب ها رو بدل به اصلاح کند، یعنی تحولات بزرگ رو هم در عازمه خود چنان حذف می کند که جامعه دچار تلاطم های عظیم نشود، زیر و رو نشود و نظم و نظام آن به هم نخورد. اما در جوامع استبدادی، در جوامع بسته، هوس کوچکترین اصلاح ما نهان میبینید که سر از یک انقلاب کرد. شما تصور کنید که اگر همین امروز حکومت
حکومت ما رضایت بدهد به اینکه مطبوعات را آزاد کند. واقعا این نسیم کوچک شدن دیگه طوفان را جا بخواهد و دوبار تحلیل ما بعد از 30 سال که از انقلاب گذشته هنوز هم نشسته این تحلیلگران ما، متفکران ما دوبار این هم که بفهمند که چی شد انقلاب رو چی سیاستمداران پیشین یعنی فرزندان و میراثکاران نظام سلطنتی پیش و چه کسانی که امروز از راه رسیدن و میخواد تکلیف و تحلیل این انقلاب رو روشن کنند. بنابراین انقلاب ها به عزم و اراده کسی رخ نمیدن، اما چنان هم نیست که بی حساب و بی کتاب باشن، یعنی بیهوده، بی علت و بی دلیل انقلاب رخ بدن. ما در همین فقدان تئوری دست و پا میزنیم. همین امروز هم روحانیون حاکم ما ایده روشنی از آزادی ندارد، ایده روشنی از برابری ندارد، از اقتصاد ندارد، از غرب ندارد. مواجهه ایران غرب سخنانی در باب تمرد مملکت ملی مقرر خام است، مقرر ناپخته است که پرده از این جهالت برگذارد. حتی اطلاع درست از دین ندارد. خدا شاهد است که در زمینه دینشناسی در جهان ما در همین قرن بیستم مقرر نکته های ناب و نقض و نفیس گفته شده است، مقرر تحقیقات عالی صورت گرفته و همین مقر زمینه که ایده بزرگ کافرستون میدونند انوبری مطلقا اینها به عالم روحانیت ما نفوذی نکرده است. چیزی به نام توهم استغنا، یعنی که انسان خیال کند که ما مستقیمی هستیم، ما به چیزی یا به کسی محتاج نیستیم، کی باشد که بخواد به ما چیزی یاد بده. ما نخونده ملایم، ما از قبل همه چیز رو میداریم. همین چند تا کتابی که از متشرقان از علمای پیشین به ما رسیده است همه چیز رو داره، اگه تو نظمش نداره تو باورقی ها شده. و من اینجا که میگم واقعا نظم میکنم، یکی از علمای گفته بود که بعضی ها بودون کتاب های بار میخونن نمیدونن که باورقی ها شده. خب اگر توی این موضوع نیست توی باورقی ها علاقه ها این ها وجود داره و هیچ این تصور یک چنین ترحکم استقران ما رو خوش ما رو خوش منه آبوس آمد پر رو ای بسا شهر آمد خوش به فر رو. خیلی از شاهان با ترحکم قدرت از فکر کردن مختلفه، اما وقتی که نوبت مواجهه و مناظره شد ضعفشون آشکار شد. ملاحظه کنید همین توهم استقرار، همین نداشتن تئوریست که من اجازه ها یک نکته یا از دارم برای شما، همین نداشتن تئوریست که آدمی رو به خشونت میکشاند. شما اگر میخواد بدانید که سر این که این حکومت چرا زود دست به خشونت شد بدانید، یکیش اینه، البته عوامل دیگر هم دارد. شما یه پدری رو مادری رو تصور کنید که برای بچه هاش حرفی نداره بزنه، منطقی نداره که اونا رو قانع کنه، بدان فاصله شروع کنه کش بزنه، راهی جز زدن و کتک زدن باقی نمیمونه. مردی و زنی مادری و پدری که حرف داره و بشه تربیت میدانه آموخته است فریخته است میتونه با بچه هاش حرف بزنه، میتونه اقناعشون بکنه، میتونه با اونا وارد گفتگو بشه، ولی وقتی هیچ کدوم اینا نبود تنها راهی که باقی میمونه دست بردن به خشونت است، دست بردن به کتک زدن است، دست بردن به اهانت است. درست نظامات سیاسی حکومت ها دولت هایی که از این خصیصه برخوردارن که منطق اقناع کننده ای ندارن، نمیتونن روشنفکران و متفکران و فرهیختگان جامعه خودشون رو اقناع کنن. حرفایی که این جامعه برمیخیزه که برتر است از حرفای اونها، منطقش قویتر است از منطق حرف اونها. شما ببینید توی 33 ساله یک دلیل محکم برای دولت فقیه نیمده، اما صد تا دلیل محکم بر ضدش به همین جامعه ارائه شده است از لحاظ فقهی، سیاسی، اخلاقی و غیره. خب وقتی که دستوری است، چندخالی است، تنها راهی که میماند هستش که شما اعمال زور و با زور و با تحمیل مردم رو ساکت کنید و دهانشون رو ببرید. در این اتفاق افتاده است.
من به شما عرض میکنم اگر این حکومت ما منطق قوی داشت، زبانش زبان زمانه بود، حرفش اقناع کننده بود، خیلی کمتر از این میفرم لازم میآمد که دست خوش برد ببرد. متفکران جامعه ما همراهی میکردن، همفکری میکردن و این کاروان رو با یکدیگر و به مدد یکدیگر به پیش میبردن. اما وقتی که لنگ شد برو جز فشار سیاسی و نظامی راه دیگری باقی نمیماند. بالاخره انسان دو تا نیرو داره، یا نیروی عقل یا نیروی بدنی و زوره. یعنی اون یکی کار نگرد مجبور این یکی به کار نگرد و اینا پاک از میان رسته و درمانده است. من البته باز انصاف رو رعایت کنم، فقط ماجرای نبود از اول انقلاب گروههای مسلحی که مثل آج این سوب و اصول در جامعه ما رو دیدم آشاره دورا بودیم. اینها اولا حکومت رو دعوت به خشونت متقابل کردن، ثانیاً خود خشونت رو ریختن. با کمال تأسف این اتفاقات نامیمون هم در جامعه ما افتاد. هیچ حکومتی یک مخالف اپوزیسیون مسلح رو تحمل نمی‌کنه. دموکراتیک‌ترین حکومت ها هم تحمل نمی‌کنه. چرا بسید به یک حکومت انقلابی تازه نفسی که از راه رسیده و تازه می‌خواد خودش رو جمع‌وجور کنه و نظام خودش رو مستقر کنه. همین که این گروه‌های مسلح برآمدن، حکومت هم بهترین مجوز رو پیدا کرد برای مقابله مسلحانه با اونها، برای زندان، برای دستگیری، برای کشتن. بعد بریم خدا رو شکر کنیم که یک خلفانه میان رویی و الا امکان بگیدن دهها و صدها خلفانه بود. از اون طرف جنگی هم که شد، جنگ هم که با خودش به هر حال بستن جامعه رو میآورد و نوعی دیگری از خشونت رو تجهیز میکنه، ما دچار یک سرنوشت تاریخی تلخی شدیم. ولی درباره اونها سخن گفتن جای دیگری میخواد. به همه اونها هم برادرهای کتابوز است، همه اونها هم برادرهای کتابوز است. اما من الان فقط اندوش تاکیدم رو بر این نکته فعلدار تئوری میذارم. حکومت ما و حاکمان ما حقیقتاً عرض می‌کنم و این رو شما هم از بیرون می‌توانید تماشا کنید و هم من که از درون در بودم و بسیار از این بزرگان رو می‌شناسم، نشونش داشتم، آثارشون رو خوندم، نه اطلاع درستی از وضعیت مغرب زمین داشت، نه علم رو می‌شناخت، نه تمدن غرب رو، نه حتی دیانت رو. من در این مسئله تأکید می‌کنم، نه اقتصاد رو، نه آزادی رو. شما ملاحظه کنید قبل از انقلاب درست حکومت شاه سخت میگرفت، بر همه ما سخت میگرفت، بر روحانیون هم سخت میگرفت. ولی من از شما سوال میکنم، در میان ما کسانی هستن که سنشون اجازه میدن، آیا اگر کسی از روحانیان، از متدینان ما میخواستید کتاب مدخلی و محققانی در باب اقتصاد اسلامی بنویسی جلوشو میگرفت؟ بعدانه از این قوم اگر اتفاق دقیق مطمئن ممکن و همکانه در باب اقتصاد اگر بیرون میمند به خوبی هم فروش رفت، به خوبی هم مورد اقبال قرار کرد. ولی نشد، نه تنها اون موقع نشد، تا امروز که 33 سال از انجام گذشته هم نشد. نشد میتروی در شاخدان داره فهمیده. یک کتاب خوب در باب سیاست و اسلام که این مسائل آزادی و برابری و غیره رو خوب بحث کرده باشه، تدوین کرده باشه، نبود. و تا امروز هنوز هرچی که هست کتاب هست، هرچی که هست تعریف هست، خویشتن هست، هرچی که هست اینکه ما تاج سر عالمیم، ما قوم برگزیدهایم، فقط اینا بوده. الان تازه ما مواجه شدیم با یه حرفایی که دیگه این فقدان دوری رو بیش از پیش داره شد. این بحثایی که راجع به علوم انسانی امروز میشه، بنده خودم در ستاد انقلاب فرهنگی بودم، از گناهان بخشوده یا نابخشوده بودم. اما یکی از کارهایی که ما فکر کردیم جلوی گرفتن این دوره همین حرف رو چنون به علوم انسانی هم نمیشد شما نمیدونید. ما همینا رو جلوش گرفتیم. اجازه بدید من یک سخنرانی در مقاله مفصل هم نوشتم در اینکه علم هر علمی باشه جز در محیطها آزاد پرورش بذاری جز بدید دانشگاه اون رو بیاموزنم، اگر انتقادی بشونه همون انتقادهای علمی رو هم در درون دانشگاه ها بکنم.
نه اینکه یه عده‌ای از بیرون بنشینن و یه جدول بکشن بگن این دیگه جایز و حرام و واجبه و این کارا رو نمیشه کار و شرکار ما موفق بودیم در این کار. ولی اکنون دوباره ماهی به دور بهش برگشتیم، دوباره ما رسیدیم سر همونجا که برقرار قانون انسانی رو میاریم و تو ترازو بگذاریم اونم ترازوی کسانی که متاسفانه حقوقی در این امر رو خود دین شناسی همینطوره. بله بفرمایید. شما کار اسرائیلی خب با اجازه دوستان من دنبال میکنم احسن رو. مدت ها پیش من تحت نام سفرهنگ مقاله ای رو نوشته بودم و در اون مقاله سخن اصلی من این بود که ما در ایران که اکنون زندگی میکنیم حامل سفرهنگی یا ساکنان سفرهنگ، یکی فرهنگ دینی، دیگری فرهنگ غربی و سومی فرهنگ ملی و ایرانی. در گذشته های دور البته، یعنی 200 سال پیش به قبل، ولی این خود فرهنگ غربی تقریبا در میان ما نبود مگر رگه هایی از فرهنگ یونانی که در میان حکمای ما و فیلسوفان ما جاری بود. اما از وقتی که حتی بین فرهنگ اسلامی و فرهنگ ملی ما هم تفاوت چندانی نبود، یعنی این سوال که آیا شما ایرانی هستید یا مسلمان هستید چندان پرسیده نمیشد. پس از درآمدن فرهنگ غربی به کشور ما، ما به هر حال واجد این سه فرهنگ شدیم. سوالات تازه‌ای در میان ما روید و حرفای تازه‌ای پیدا شد، سنت‌ها و آداب جدیدی در میان ما آمد. فربهترین اجزای فرهنگ غرب که علم باشه، تکنولوژی باشه، فلسفه باشه، اینها رفته رفته وارد کشور ما شد. نهادهای جدید تمدنی، دانشگاه‌ها، بانک‌ها و غیره آمدند و همه اینها به هر حال شکل زندگی ما رو و طرز فکر ما رو تحت تأثیر قرار دادند و تغییر دادند. از طرف دیگر خب فرهنگ دینی ما هم در اثر همین ورود فرهنگ غربی به یک تلاطمی مبتلا شد، یعنی در آنجا هم ما مجبور به بازاندیشی شدیم. فرهنگ ملی ما که گاهی هم به افراط بعضی ها ملی گرایی رو یا ناسیونالیسم رو در مقابل دین نهادن، همه اینها دچار تحول شد. اما در این حال این سه فرهنگ در کنار هم رشد کردن و نوعی همزیستی با هم پیدا کردن. اتفاقی که افتاد این بود که حکومت‌های ما، چه حکومت شاهی و سلطنتی قبل از انقلاب و چه حکومت دینی پس از انقلاب، اینها به فکر حاکم کردن یکی از اینها بر بقیه بودن، کمتر به فکر این بودن که فضای رو پدید بیارن که این ستا با هم همزیستی بکنن. و اتفاقا حرف من این است که اگر قرار باشد تحولی در ایران رخ بدهد، باید حق این سه فرهنگ با هم شناخته بشن. ما میتونیم به راحتی بگیم که حکومت سلطنتی قبل از انقلاب بیش از آن که طرفدار حکومت دینی باشه، اندیشه دینی یا فرهنگ دینی باشه، طرفدار فرهنگ غربی، فرهنگ ملی بود و حتی مایل بود اون رو بر اینها غلبه ببخشه. پس از انقلاب ورق برگشته و به عکس شده است. کسانی که اکنون حاکمند مایلند که فرهنگ دینی رو بر همه چیز غلبه ببخشند و این از بیخ یک تصور ناسواب است، اینکه ما یکی از اینها رو بخوایم غلبه بدهیم بر دیگری. فکر همزیستی اینها، هماهنگ کردن اینها فکر درستی است که ما باید در پیش داشته باشیم. هیچ یک از این فرهنگ ها رو نمیشه خالی از انتقاد دونست، هیچ کدومشون رو هم نمیشه در بس رد کرد و باطل دونست. فرهنگ دینی ما خیلی اشکالات داره، خیلی خرافات به نام دین وارد شده، خیلی آداب خرافی، شیوه های خرافی وارد شده،
خیلی اندیشه های باطل متاسفانه بعد از انقلاب که اینها رشد نجومی هم کرده. شما گاهی تو یوتیوب اینجا اونجا ببینید سخنرانی ها و مواعظی که این روحانیون امروزه مطرح میکنن، خدا شاهد قبل از انقلاب اینا نبود، کمی فرهیخته تر حرف میزدن، کمی حساب شده تر حرف میزدن، با اینکه حرفی که میزدن تو همون مسجد و مجلسی که بود باقی میموند و پخش نمیشد. ولی امروزه معجزاتی رو که میرن میگن و کراماتی رو که میگن و حرفایی رو که مطرح میکنن سر تا پا واقعا شرم‌آوره. این از یک جهت. و از جهت دیگر که حکومت کنونی ما بالاخره اندیشه ملی رو هم و سنت غربی رو هم باز مورد حمله قرار داده، یعنی اونها رو هم به شیوه های مختلفی میخواهند که مورد تخفیف قرار داده. شما ببینید یک کسی آمد تو این کشور ما یک کلمه رو درست کرد به نام غرب زدگی و این کلمه واقعا آفت شد برای این اندیشه ما، برای فرهنگ ما. من نمیدونم تا کی ما باید زیر بار این خیانت فکری زندگی بود. یک ابزاری داد به دست پاره از نادانها و ناآگاهان که تا امروز به یک معنای فوق العاده مجمل و مبهمی اینا حمله کنن به غرب، اون هم به طور دربست رو رد بکنن و تبدیلش کنن به یک مفهومی که جز معنای دشنام نمیده. خب من یادمه وقتی که جلال آل احمد فوت کرد، خب میدونی جلال آل احمد کسی بود که اصلا کلمه غرب زدگی رو سکه زد، البته حرف از کسی دیگری بود، از راهای فردی بود، ولی این گرفت و این رو رواج داد، رواج سیاسی و در عالم روشنفکری کتابی نوشت به نام غرب زدگی. همتون میدانید احتمالا خوانده اید و در زمان خودش به دلیل انصداد سیاسی و به دلیل ممنوعیتی که روی این کتاب آمد، این کتاب در واقع اهمیت صد چندان هم داشت. ما هم که اون موقع جوان بودیم میخوندیم جز بهبه و چهچه چیزی نداشتیم، به نظر اندیشه تازه میومد و سعی میکرد که غرب رو در یک جامعه تازهی مطرح کنه و انتقادات مهمی رو نسبت به او در پیش بیاره و علن خصوص که در میانه سخنش حرفش این بود که غرب سنت ما رو، سنت‌های ما رو مورد تهدید قرار داده و برای بازگشت به سنت پیشین باید غرب رو فرو بکوبیم و عقب بزنیم. من یادم میگه جلال آل احمد وقتی در سال 1346 فوت کرد و در اطراف فوتش هم داستان‌ها، قصه‌ها، شایعه‌ها، اسطوره‌های فراوانی پدید آمد و بعداً هم البته معلوم شد که وفات طبیعی بوده، همطور که فوت مرحوم شریعتی بود، همطوری که فوت آقا مصطفی خمینی بود، ولی همطوری که فوت بهمن سبد بهرنگی بود و دیگران، همه اینها عادی بود، طبیعی بود، ولی خب دوران شایع سازی و اسطوره پردازی بود. هر یکی از اینها اسطوره ها شدن و حرف های ناسوابی درباره اونها رواج پیدا کرد. باری در مجلس ترحیم مرحوم جلال آل احمد که در مسجد مجد بود در تهران، جزو مسجدهای بسیار شیکی بود در اون زمان که صندلی داشت و مردم شرکت کنندگان روی زمین نمی نشستن، روی صندلی می نشستن و معمولا ختم و ترحیم بزرگان، خصوصا بزرگان سیاسی در اون مسجد برگزار شد. خطیب این مسجد، این مجلس ترحیم، آقای فلسفی بود. آقای فلسفی که همه با نامش آشنا هستید و مشهورترین خطیب دوران محمد رضا شاه پهلوی که برای مدتی هم البته ممنوع المنبر بود. ایشان وقتی که سخنان خودش رو در باب جلال آل احمد گفت، نکته اصلی من اینجاست، گفت بله ایشون کتابی هم نوشتن به نام غرب زدگی، من این کتاب رو نخواندم اما میتوانم حدس بزنم که در این کتاب چه نوشته شده، چون خود کلمه غرب زدگی میگوید که منظور چی. و بعد هم مطابق رأی خودش شروع کرد به توضیح دادن در باب غرب زدگی و این همون چیزی بود که متاسفانه در میان اقشار زیادی از مردم و خیلی از روحانیون رواج پیدا کرد. یک تصوری از اینکه غرب زدگی و غرب چیست و اینکه اومده و ما رو زده و به بیماری مبتلا کرده، این دستمایه شد برای غرب شناسی. توجه میکنید و روحانیون ما
و بسیاری از مؤمنین ما غرب شناسیشون رو از همین کلمه غرب زدگی گرفتن و همین چنان پریشانی در ذهن ها افکند که اصلا معلوم نبود. باز تا امروز هم معلوم نیست که ما با غرب باید چه بکنیم، چی از اون بگیریم، چی از اون نگیریم، کجاش خوبه، کجاش بده، هیچ کدوم اینا روشن نیست و هر کسی یک چیزی میگه. اونی که خودش واضح تئوری غرب زدگی بود، اون که خودش یک غرب زدگی به تمام معنا بود، اون تا دیگران رو اینچنین تهدید میکرد و از میدان بیرون میبرد و بعدم منظورش یک تئوری جبر تاریخی بود. معتقد بود که به طور جبری همه تواریخ غیر غربی میرن زیر سلطه تاریخ غرب و غرب زدگی از نظر او این بود که صورت تمدن غرب بر ماده تمدن شرق اونجا خواهد نشست و همه را غربی خواهد کرد. یک تئوری که متعلق به جبر تاریخی، ولی دیگران استنباطشون چیز دیگری بود و غرب تبدیل شد به یک کافرستانی که جز فساد از اونجا بیرون نمیاد. بعد هم تئوری های مربوط به استعمار که درست هم بود، تئوری های نظیر اینها، و بعد تجربه های تلخی که ما از غرب داشتیم، یعنی همان تجربه مرداد 1332 و نمونه های اون در کشورهای دیگر اسلامی، همه به مدد هم آمد یک غربشناسی بسیار آشفته ناروای و غیر مؤسس بر بنیانهای خردپذیر در میان ما پدید آمد که به نظر من تا امروز هم برجاست و این بدگمانی نه فقط از فرهنگ غربی و به اصطلاح فسادهای اونها، بلکه تا علوم اونها و تا علوم انسانی اونها رو هم گرفته است و ما رو در مقابل یک چنین واقعیت مهمی این چنین سلاح و بی تئوری کرده است که حکومت ما نمیداند، روشنفکران ما نمیدونند، روحانیون حاکم ما نمیدونند که با این موجود فربه عظیم الجثه‌ای به نام غرب که در تاریخ به منزله یک وزنه سنگینی مطرح شده چه بیاندیشند، چه بگویند و چه بکنند، با علمش چگونه، با تکنولوژیش چگونه. پاره‌ای از داوری‌هایی که در سخنرانی سخنرانان ما مخصوصا از ناحیه حاکمان، وزیران، دانشگاهیان می‌شود، شما این آشفتگی فکری رو متاسفانه مشاهده می‌کنید. در مسائل دیگه که من لازم نیست عرض بکنم که چگونه است، من البته خوشنودم این خلأ فکری دینی رو که اکنون در جامعه ما پدید آمده، میتونم بگم روشنفکران دینی ما تا حدودی به عهده گرفتن که این خلأ رو پر کنن. اون دین شناسی رو که روحانیت ما باید میکرد و نکرد و نکرده است و عزم کردن اون را هم ندارد، اکنون یه عده‌ای به عهده گرفتن و من امیدوارم که اگر این تئوری دین شناسی پیش برود، مطرح شود، چشمها رو پیره کند، دلها رو جذب کند، برای آینده ما بتواند یک دین عادلانه ای رو رقم بزند که اهل همزیستی باشد و نه اهل دعوا کردن و انتقام گرفتن و نفرت پراکندن و شمشیر از نیام بیرون کشیدن و سر مخالفان رو بریدن. ما به یه غرب شناسی به موازات این هم نیازمندیم برای اینکه انبان تئوریک خودمون رو و ذخیره اش رو غنی‌تر بکنیم و با یه بینایی و آشنایی کافی تری پا به آینده تاریخمون و پا به آینده مملکتمون بگذاریم. ما البته نسبت به علوم انسانی بسیار بیمهری کرده ایم، این بیمهری ها رو باید جبران کنیم. من اینها رو عرض میکنم برای اینکه دوستانی که اینجا هستن از فرهیختگان هم، از کسانی هستن که بالاخره اگر ایران آینده ای داشته باشه، پاره‌ای و قسمتی از اون آینده هم شما هستید و بدونید که جد و جهد علمی شما، جد و جهدهای تئوریک شما اصلا جهاد است، کاری است که همه ما رو احتیاج داریم و بالاخره همه ما باید بیایم و گوشه این کار رو بگیریم و گرهی از این مجموعه و این کلاف سردرگم باز بکنیم. فعالیت سیاسی فقط شعار سیاسی نیست. شما اگر یک مرد دانای عالم بشید، یک کار سیاسی بزرگ کردید، برای اینکه میتونید گرهی رو باز کنید. شما این اقتصاد کشور ما رو ببینید. من سالها پیش با بعضی از اقتصاددان‌های کشورمون هم بحث رو می‌کردم. گفتم آقا این اقتصاد، خب بالاخره هر علمی مجهولاتی داره، ما همون می‌دونیم.
ولی دیگه نبایدم اینطوری باشه که یک چنین گره کوری بشه توی این مملکت. من تردیدم تو علم عالمان اقتصاد ماست، برای اینکه اگر اینا دانا بودن به حد کافی بالاخره من طرحی میدادن حل میکردن. البته اونا عذری داشتن، میگفتن این حکومت به حرف ما گوش نمیده، ما میگیم اما اینا زیر بار نمیرن. خب حالا من نمیدونم تفسیر به گردن یک دیگر انداختن شایدم اونا حق داشتن، ولی حتی که بود نتیجه این نیست که میبینید. یعنی متاسفانه مسائلی رو که علم باید تو جامعه ما حل کنه خطابه میخواد حل، مسائلی رو که علم باید حل کنه سیاست میخواد حل. اینا غلط رفتن است، نتیجه تئوری نداشتن است. بازم تکرار میکنم سخن خودم، آدمی اگر فکر نداشت، اگر تئوری نداشت، تنها راهی که جلوش باز میمونه دست بردن به خشونت، یه هیچ راه دیگه بود. و این همون سرنوشتی است که همه حکومت‌های استبدادی پیدا می‌کنند، چون با تعطیل کردن فکر راه رو برای خشونت باز می‌کنند. خشونتی که نسبت به مردمشونه و عدم مدارایی که نسبت به گروه‌های مختلف است و برخوردی که با جهان خارج می‌کنند. اصلاحاتی که تو کشور ما قرار است صورت بگیره، و من اولین سخنرانی که پس از دوم خرداد و انتخاب آقای فاطمی در اصفهان کردم که در یکی از کتاب‌هام چاپ شده همین بود. گفتم این اصلاحات بدون تئوری نباید بمانند، نباید سرنوشت انقلاب ما رو پیدا بکنند که حجم عظیمی از عشق در او جاری شد اما متاسفانه سهم عقل در او اندک بود و این سهم اندک عقل اندکتر هست و این توازن بیشتر برم. ببینید انقلاب انفجار عشق، انفجار نفرت، انفجار عواطفه. در اصل اینه، هیچ انقلابی عاقلانه نیست، اما بعدن خردمندان و خردورزان باید سهم عقل رو هم ادا کنند، باید اون رو از جاده عاطفه محض و داغ و پرحرارت بیرون بیارن، بکشانن به بوستان پر عطر و پر نسیم عقلانی. اما اگر این اتفاق نیفتاد، ما اون عشق نخستین مونم بدل به نفرت خواهد شد و اون نفرت هم پوستین ما و پوست ما رو خواهد کرد. این نکته دومی بود که میخواستم عرض کنم. اما مناسبت سومی که ما رو اینجا گرد آورده، البته 25 بهمن است که دو روز دیگر این روز در میرسد و اون روزی است که پدران معنوی جنبش سبز در ایران رو دستگیر کردند و در حبس و حصر خانگی نشاندند. خب البته این حکومت در این امر سابقه دارد. آقای خامنه ای وقتی که با انتقادات عالمانه مرحوم آیت الله منتظری روبرو شد، هیچ راهی و چاره‌ای ندید که ایشان رو در حصر بنشاند. او رو مثل یک گنجشکی در قفس کرد، قفس محاصره شده توسط کرکسان. نمیدانم کدام از شما اون رو به ایران بودید یا اگر بودید جرأتی داشتید به دیدن ایشان بروید. من چند بار رفتم، هم تلفنی باشون صحبت کردم، کار ریسکی بود ولی انجام دادیم. سابقه ارادت ما به ایشون، سابقه دوستی ما با ایشان بیش از آن بود که به این مخاطرات بیاندیشیم. در حصر نشاندن و حبس کردن کسی و او را از اختیارات و آزادی‌های اولیه، حقوق اولیه‌اش محروم کردن، کاری است که فقط یک دادگاه باید انجام بده. اما متأسفانه این سنت زشتی است که در کشور ما پدید آمده و ادامه دارد. بدون قاضی، بدون محکمه، بدون وکیل، بدون دادگاه، بدون هیچی، یه قومی فرمان می‌دهند و فتوا می‌دهند و یک کسی از حقوق انسانی خودش محروم می‌شود. هیچ کسی هم حق انتقاد ندارد. این قصه در مورد بزرگان جنبش سبز هم رخ داد. واقعا آدم این درد رو کجا ببره؟ کجا میتونه بگه که این حکومت حتی به خاتمی هم رضایت نداره، با خاتمی هم نسازه بسازه، به میر حسین موسوی هم رضایت نداره، به کروبی هم نداره، با اینا هم حتی نتوانه ساز کنه. پس دیگه با کی؟ پس این خازمه، این معده‌ای که اینقدر تنگه که حتی این لقمه‌های کوچک رو هضم نمی‌کنه، دیگه کجا میتونه با حوادث بزرگ و مهیب مواجه بشه؟ واقعا اینا
اپوزیسیون وفاداری بودن و وفادارم هستن. با اونجایی که بنده میشناسمشون هیچ کدوم برانداز هم نیستن. چه کار کنیم که این حکومت کاری کرده که هر اصلاح کوچکی بدل به انقلاب میشه؟ این تقصیر خودشونه. من از اول گفتم حکومت‌ها هنرش حکومت‌های دموکراتیک این است که چنان هاضمه حکومت رو قوی کنن که انقلاب‌ها و تحول‌های بزرگ شکل اصلاحی پیدا کنه و کل ساختار نظام فرو نریزه. شما جنبش سیاهان رو در آمریکا ببینید، جنبش بسیار بزرگی بود ولی بالاخره این مجموعه رو در خودش حذف کرد و با او کنار اومد و بعد توانست حقوقی رو که از یه عده‌ای ضایع شده بود اونا برگردونه و یک نظم و نظام تازه رو در اندازن. حکومت شاه هم همین کار رو کرد، اشتباه کرد، از سر مخالفت با روحانیون در آمد و دست نشانده قدرت های بیرونی شد، تکیه به مردم خودش نکرد، تکیه به بیرونی ها کرد. وقتی کار به اصلاح رسید، اصلاحات چنان شد که تمام نظام منفجر شد، دیگه ظرفیت اصلاح پذیری رو از دست داده بود. این ماجرا امروز همینطوری شده است. من کاملا به یاد دارم زمان شاه وضعیت طوری شده که روابط بین دربار و روحانیت به هم خورده. کسانی دور شاه رو گرفته بودن که اینا زبان روحانیت رو بلد نبود، ولذا فقط خصومت میآفرید. این رفت آمد، این گفته بود، زبان روشنفکران رو بلد نبودن، گفتگوها که در نمی گرفت فقط خصومت میآفرید، جلوی اونا فقط ساواک است. نمیدونم شما کتاب، من بخترم به پایان رسیده، ببخشید الان دیده سخنم رو به پایان میکنم، کتاب آقای احسان مرامی رو از دربار شاه طالبین خونده یا نه؟ آقای احسان مرامی بالاخره قبل از انقلاب از جامعه شناسانی بود که با دربار و با بزرگان سیاسی و رجال هم رفت آمد داشت، در یونسکو هم بود و به هر حال متهم به اتهاماتی هم بود که بعد از انقلاب از خودش دفاع کرد و ظاهراً هم موفق شد. باری ایشان در کتاب خودش نوشته وقتی که شورش ها بالا گرفته بود و مردم به خیابان آمده بودند و شاه اون تزلزل نهانیش آشکار شده بود و بی‌تصمیمی آشکار در کارش بود و همه کس نزد او می‌رفتند، چه سفرای دول خارجه و چه پاره‌ای از مردمان داخل که به اون نزدیک‌تر بودن که مشورت بدهن، که پند بدن، که تحلیل سیاسی بدن. نوشته است که من چند بار رفتم پیش شاه و به لحاظ جامعه شناسی اینکه جامعه در چه احوالی بود و اکنون در چه احوالی هست برای اون توضیحاتی دادم. و وقتی این توضیحات رو دادم شاه سریع به من تکون داد و من گفت ساواک اینا رو به من نگفت. و من گفتم علا حضرت شما ساواک رو برای این درست نکرده بودی، ساواک برای گفتگو نبود با روشن فکر، برای تحلیل جامعه شناسانه نبود، ساواک برای شما بود، برای زور، برای فرو گفتن، برای شکنجه کردن بود. شما چه انتظار داشتی از ساواک؟ و بعد همین فاصله وقتی که ایجاد شد، یعنی رابطه کر و بیمار بین حکومت و مردم که ایجاد شد، کار به اینجا رسید. دیگه الان نه اونا حرف شما رو قبول دارن، نه تو حرف اونا نبود. من الان در واقع عین همین رابطه کر و بیمار رو بین حکومت خودمون و روشنفکران و پاره ای از روحانیان میبینم. اصلا صدا به صدا نمیرسه. اینا یه حرفایی میزنن به گوش اونا نمیرسه، اونا یه حرفایی میزنن به گوش اونا نمیرسه. اصلا یک دیوار بی‌اعتمادی این میان برقرار شده است و اساسا تصور این که طرف مقابل میخواد، تصور و حکومت این است که طرف مقابل که مردم باشن میخوان ما رو براندازن، تصور مردم از حکومت اینه که به ما دروغ بگه. اصلا این رابطه به نظر شما این رابطه سالمیه؟ اینجوری دیگه مجال گفتگو باقی نمانده است. برای اینکه مجال گفتگوی باشه، برای اینکه پیشرفتی در کار حاصل باشه، اولین راهش این است که ما بتونیم با هم حرف بزنیم، حرف هم دیگر بشنویم و باور کنیم یکدیگر. یه کسی که فکر کنه که شما اومدی او رو بکشی، شما هم فکر کنون دیگری همش به شما داره دروغ میگه، سر شما کلا میذاره. آخه چه جایی گذاره؟ متاسفانه حکومت ما کار رو به جای رسونده که اینجوری شده. هر چی تو روزنامه می نویسن ما باور نمی کنیم، هر چی ما میگیم اونا باور نمی کنن. میگن که شما قصد اصلاح ندارید، شما خیرخواه نیستید، شما غرب زده این، شما پول از دستگاه های نمیدونم فلان جا میگیرید، همه این چیزایی که
یکی سومرداد ون با شما 6 میلیون دلار از دستگاه آمریکا گرفتید، گفتم من 60 میلیون گرفتم، 6 میلیون شو شما فهمیدید. حالا ببینید وقتی که طرفین اینجوری با هم صحبت میکنن چه جای اسمه، واقعا اولین کارش این است که این حاکمان ما به سر عقل بیان این حرفا رو بشنون، اون اتفاقی نیفتد که قبل از انقلاب افتاد، فاصله ها چندان شدن که انما ینادون من مکان بعید، اونطوری که در قرآن هست، مثل که از راه دور ما هم دیگر صدا بزنیم و صدامون به گوش هم نمیرسیم. همون شهودی که آقای خاتمی و دوستانش گفتن که اگه براست ما در انتخابات شرکت کنیم، زندانی ها را آزاد کنیم، مطبوعات را آزاد کنیم، همین خواسته های حد اقلی که همه دارن، که من میدونم حکومت در دوراهی دشواری است، چون این کارهای کوچیک انقلاب میتونن بکنن و نخواهن، اما اگر هم نکنه باید دست به زور گفتن بیشتر، دست به خشونت بیشتر، که اون هم از راه دیگری رسیدن به همان فاصله بیشتر و انفصال بیشتر بین مردم و دولت میشود. من میدانم هیچ کدوم ما یه انقلاب دیگه رو نمیخوام، انقلاب خیلی چیز بدی است، من اینجا به شما عرض میکنم، ظاهر شیرینه ولی باطنش خیلی تلخ، خیلی خونریزی داره، کمترینش این است، این رو عرض میکنم دوستان عزیز، خصوصا جوان ها، در انقلاب ها آدم های بیمار روی کار میان، آدم هایی که وزنه سنگینن عاقل‌ترن، اینا جلو نمیان یا میرن عقب و این تقر میشن، اینا که کم وزنن، سبک وزنن، بیمارن، سایکوپاتن و خلاصه عقل سالمی ندارن، عدم توازن دارن، که نمونه شون هم نهای خلق کنن، اصلا اینا رشد میکنن، اینا جلو میان، آدم های عاقل تر سنگین ها اصلا با اینا همگامی نمی کنن، دو قدم هم برن قدم سوم پشیمون میشن، همه میان کنار میبینن، جای اونا نیست، در شأن اونا نیست همراهی و همکاری کردن بودا، انقلاب ها واقعا اینطوری هست، اون قاضی که تونتون فتوا میده بکشید، اون میشه قاضی هست، اونی که دستش به احتیاط میره و جان مردم رو قدر میشناسه، این پیش نمیاد، این به صدر نمینشینه، این قدر نمیبینه و همچنین دست در هر امر دیگری، لذا خواستار انقلاب دیگر نباید شد، ظاهرش خونریزیه ولی بسی بدتر از این، باطنش سطحی شدن است، باطنش دشمنیه با هر چیز غیر خود ورزیدن است و بسی بواطن فاسده دیگه داریم، اینا رو باید بدونیم، ما راهی غیر از این که به هر حال هممون با هم کنار بیاییم نداریم، کنار آمدن عاقلانه، کنار آمدنی که مسبوق به نفرت پراکنی نباشه، من برای همین در ابتدای عرضم گفتم که کسانی که این راه ها رو میبندن، کسانی که بی خودی دشمن تراشی میکنن، کسانی که دیگران رو زخم میزنن به هر زبانی، اینا حقیقتاً خدمت به آینده کشور ما نمی کنن. ببخشید که من گفتگوم دراز شد. با آرزوی آزادی برای عزیزان ما که در بندن، که در حبسن، که در زنجیر و زندانن، کسانی که حقیقتاً و ناجوان مردانه مورد انواع تطاول‌ها، چپاول‌ها، تجاوزها قرار گرفتن، کسانی که قساوت‌های قصابان این رژیم مالشون رو، جانشون رو، آبروشون رو، آیندهشون رو از آنها استفاده است. امیدواریم که وضعیتی پیش بیاد. اولا این نسیم فرحبخش آزادی دوباره وزیدن بگیره. ثانیا همه ما چنان دل شدیم و در کنار هم دل شینیم که دشمنی های گذشته، نفرت ها و کینه ها رو فراموش کنیم و چشم تازه‌ای به دنیا و به زندگی باز کنیم و ظرفیت بخشیدن یکدیگر و ظرفیت همزیستی با یکدیگر رو پیدا کنیم و برای نسل‌های بعد از خودمون انشاءالله طرح تازه‌ای بریزیم. بسیار ممنون و متشکرم.